سلام به همه دوستان، عزیزان، همراهان کانال گرافیک 21 یوتیوب. من آرش هستم. توی این ویدیو در ادامه ویدیوی قبلی که کامل براتون میکسر براش رو توضیح دادم، میخوام حالا مثالاش رو تو ویدیوهای مجزا براتون اجرا کنم. امروز یکی از مثالهای بسیار ساده رو که یه تخم مرغ باشه رو براتون به شکلی که میبینید میخوام مرحله به مرحله اجرا کنم. ابتدا برای اینکه بخوام یه تخم مرغ رو بکشم، اینجا تو ابزار پن، توی جلسه پن، من این ابزار کروچر رو هم براتون درس دادم. از این استفاده میکنم چون خب حالت تخم مرغ که دورش گرد هست، به این حالت میتونیم شکلمون رو بکشیم. ابتدا رو به انتها وصل میکنیم به این حالت. بعدش هم میتونیم ادیت بکنیم، حتی میتونیم از گادلاین استفاده بکنیم، انکورا رو روبروی هم قرار بدیم، اندازه ها رو میزون کنیم، بکشیم به سمت بالا یا پایین به این حالت، و اون شکلی رو که میخوایم، فرض کنید مثلا این شکل مد نظر من هست، بکشیم. میام توی ویو و کلیر گاید رو میزنم. این شکل تخم مرغ من هست که میتونم با پد سلکشن این رو جابجا هم بکنم تا هر جایی که میخوام تو صفحه قرارش بدم. میام تو پد و اینجا به صورت پد این رو دارم، تبدیل به سلکشن میکنم. اینا رو همه رو توی بحث پن بهتون آموزش دادم، لینکش رو براتون اینجا قرار میدم. حالا به صورت سلکت درش آوردیم، میایم تو لایه، یک لایه جدید ایجاد میکنم، میام تو تخت رنگ فورگراند و یک رنگی با تم قهوه‌ای رو از اینجا انتخاب میکنم و با آلت دیلیت توی تخت رنگ فورگراند رو میریزم روی این لایه. یک کنترل دی میزنم، دی سلکتش میکنم. یک سلکت جدید میخوام ایجاد بکنم تو یک لایه جدید. سلکتمو به این حالت میتونم بکشم، تقریبا یه همچین چیزی فکر میکنم که مناسب کار من باشه. برای اینکه فصل مشترک این سلکت رو با این تخم مرغی که کشیدم داشته باشم، کنترل شیفت آلت رو میگیرم و یک کلیک روی این لایه میکنم. حالا فصل مشترک این دوتا رو به من داد. رنگم رو یه مقدار روشنتر میکنم، مثلا روی این حالت، و با Alt Delete توی لایه جدید میریزمش. این شد لایه دوم من. لایه سوم هم ایجاد میکنم، دو مرتبه از همون مسیر میام این قسمت. برای اینکه رنگ روشنتری رو بخوام ایجاد بکنم، مثلا توی این حالت فکر میکنم مناسب باشه. با این لایه قبلی باز دو مرتبه کنترل شیفت آلت رو میگیرم، یک تک کلیک روی این لایه قبلی میکنم و فصل مشترک این دوتا رو به من میده. حالا با یک رنگ روشنتر، مثلا این رنگ، آلت دیلیت رو میزنم و کنترل دی که دی سلکت بشه. دیگه حالت بعدی رو میتونم یک لایه جدید ایجاد بکنم. حالا از هر سلکتی میتونیم استفاده بکنیم. یه چیز ساده اینجا با یک رنگ روشنتر من میخوام بکشم، فرض بکنید مثلا این رنگ. میتونم مثلا یه براش بکشم، حالا من از همون ابزار سلکت استفاده میکنم، فرض بکنید یه همچین حالتی. ترانسفورم سلکشنش میکنم، اینا رو همه رو تو بحث ترانسفورم سلکشن که لینکش رو براتون قرار میدم گفتم.
به این شکل میتونیم سلکتمون رو بچرخونیم یا مثلا فرمش رو عوض بکنیم به این حالت. این گوشه قرارش بدیم. این میشه سلکت من. حالا تو همون لایه جدید با Alt Delete رنگ جدیدم هم میریزم. یه Ctrl D میزنم دیسلکت. این حالت رو هم به وجود آوردم. حالا با یه Shift کل لایه ها رو انتخاب میکنم و همشون رو یه دوپلیکیت ازشون میگیرم و یه کنترل ای میزنم که یک لایه بشن. حالا دیگه اون لایه زیری رو من چارت لایه زیری رو دیگه کاری ندارم. میتونم اصلا خاموششون بکنم این پایین. ولی نگرشون میدارم که یک مقایسه در انتها داشته باشیم. حالا با ابزار که درسته قبل بهتون آموزش دادم، میکسر براش، میخوام این رنگ رو تقسیم بکنم. این براشی بود که خودم ساخته بودم، با این کاری ندارم، فقط میخواستم بهتون جلسه قبلی درس بدم ساخت براش رو. یه همین براش جنرال رو انتخاب میکنم و برای اینکه بخوام تقسیم کنم یه مقدار باید با اینا کار کنم. مثلا وتش رو خیلی پایین بیارم، مثلا رو 10 فکر میکنم خوب باشه. میکس رو یه مقدار بالا میارم و لود هم همینطور که یه مقدار، ولی خب رنگ نمیخوام رو کار بذارم دوستان، مثلا بدون رنگ میخوام کار بکنم. و حالا رو این لایه میخوام کار بکنیم. متو برای اینکه تو لایه های دیگه کار نکنه، فقط تو این تخم و مرغه کار رو انجام بده، من یه کنترل میگیرم کلیک میکنم که تو منطقه سلکشن من کار اجرا بشه، ادیت انجام بشه. حالا خیلی نرم شروع کنیم این قسمت رو، رنگ ها رو پخش بکنیم. قشنگ دارم توی مسیر رنگ روشن و تیره رو با هم قاطی میکنم. اینا رو تو میکسر براش کامل بهتون گفتم. یه مقدارم میتونم نوک قلمم رو بزرگتر کنم. یه جورایی سایه روشن دادم به کار. بعد میام روی این قسمت، یه مقدار تیره میارم تو روشن یا برعکس تا به اون شکل مورد نظری که میخوام برسم. باز یه مقدار رشد میدم به نوک قلمم. اینجا احساس میکنم یه مقدار باید اون بحث تیره بیشتر بیاد به چشم. و در نهایت هم این قسمت رو به این حالت، انگار که کار بود پیدا کرده. در نهایت هم یه مقدار نوک قلم رو بزرگتر میکنم و یه مقدار رو خود کار میزنم، کل کار. به این شکل یه کنترل دی میزنم و کارم به این راحتی اجرا شد. حالا اگه بخوایم ببینیم، قبلش این بود، ما از این حالت رسیدیم به این حالت. پس به همین راحتی میتونید از شکلهایی که با رنگهایی که به صورت دو بودی اجرا شده یا همچین کاری رو به صورت سه بودی یا حجمی به شکلتون بخوایم بدین با میکسر براش کار بکنید. خب حالا فرض کنید که من همون لایه های زیری رو یک بار دیگه دوپلیکیت میگیرم، میارم روی این قرار میدم، یه کنترل ای هم میزنم، دو مرتبه یه کنترل کلیک روش میکنم. خب حالا میخوام از یک نوک قلم دیگه استفاده بکنم. همینجا میکنم از این مدل ها بد نباشه.
مثلا من اینو انتخاب میکنم، و یه مقدار ویت رو میارم پایین و میکس رو. حالا میکشم. یه حالت نقاشی مثلا به کار بدیم. بعد در نهایت مثلا یه همچین چیزی رو شما بتونید مثل حالت نقاشی مثلا کارو در بیارید. خب باید یه مقدار سایه روشنا رو بشناسین. حالا من خودم خیلی نقاشی بلد نیستم، ولی میخوام طرز استفاده بیشتر ابزار رو بهتون آموزش بدم. شما که حالا مثلا کار نقاشی کرده باشین، یه مقدار سایه روشنا رو بشناسین، قلم رو بشناسین، خیلی راحت‌تر بهتر از من میتونید کار رو درارید. پس این حالت خیلی سادهش بود، این حالت به صورت حجم دادن به کار بود، این هم حالتی که مثلا به صورت نقاشی کار رو اجرا میکنید. حالا مثالای دیگه رو هم سعی میکنم لابلای درس ها براتون تو ویدیوهای مجزا انجام بدم. پس تا ویدیوهای بعدی، قربون همگی، خدا نگهدارتون.